الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محصلان نهایت عزیز مجدداً السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در خدمت شما قرار داریم میخواهیم که درس احادیث نبوی یا احادیث احکام از سمستر ششم از طریق آنلاین خدمت شما تقدیم کنیم و خوشبختانه امروز در واقع هفته هفتم است که ما درس ها را خدمت شما از طریق آنلاین ارائه میکنیم و کردیت اول یا جلسه اول هم تقدیم شما شد و حالا میریم تا جلسه دوم یا مطالب مربوط به حلقه دوم درس را خدمت شما تقدیم کنیم. عنوان اصلی و مهم درس ما و شما هست مواد نشئی و غیر نشئی، یعنی در این احادیث در کل هم بحث از مواد است که نشه آور است و هم بحث از مواد است که نشه آور نیست، جزء مشروبات حلال است و ما می توانیم اونها را مصرف کنیم و از اونها استفاده کنیم. و هدف مهم درس هم ارتقای سطح آگاهی محصلانه و هم بحث صیانت عقل انسانها از تعرض است که خدای نخواسته به واسطه نوشیدن شراب یا به واسطه استفاده از مواد مخدر ما عقل خود را از دست ندیم و عقل ما زائل نشه و از دست ما نره. به هر صورت ما عناوین تحت عنوان فهرست مطالب به صورت مشرح هم داریم که البته عنوان اول هست تعریف شراب و حقیقت آن که در احادیث آمدنیه، موضوع دوم هست حکم نوشیدنی های دیگر و مسئله سوم هست شراب نمیتواند دارو باشد. این بحث هم مطرح میشه که کسی آیا میشه از شراب برای خود دوا بسازه که در حدیث این موضوع هم مطرح شده. میریم طرف روایت حدیث 141 عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال کل مسکر خمرون و کل خمر حرام. اخرجه مسلم. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر چیز مست کننده، هر چیزی که مست کننده باشد شراب است و هر نشه آور یا مست کننده حرام است. ما اینجا البته پیام خاصی ننوشته، میشه که ما با عنوان پیام حدیث این موضوع را مطرح بکنیم که در اینجا پیامبر علیه السلام یک حکم کلی را بیان کردند. میشه بنویسیم در این حدیث پیامبر اسلام علیه السلام یک حکم کلی را بیان کردند، یک قاعده کلی را برای دانستن شراب و حکم آن بیان فرمودند. واضحه که ما و شما اگر دقت بکنیم در واقع یک قاعده کلی است، یک قاعده کلی را برای دانستن شراب که شراب چی چیزی است و حکم از او بیان کردند. فرمودند هر آن چیزی که نشه آور باشه، یعنی به حد رسیده باشه که انسان را نشه بکنه، او حکم شراب برداره. و واضحه که هر چیزی که نشه آوره حکم دیگرش اینه که او حرامه. پس از مواد نشه آور باید پرهیز کرد و باید دوری جست. این میتونیم با عنوان یکی از پیام های حدیث یا پیام عمده این حدیث در ذهن خود داشته باشیم. ببینیم میریم طرف روایت 1242 عن جابر رضی الله تعالی عن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال. جابر رضی الله عنه میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند
هرچه مقدار زیاد آن مست کننده و نشه آور باشد، اندک آن نیز حرام است. عبارت این گونه است: ما اسکر کثیره فقلیله حرامون، هر آن چیزی که مقدار زیاد آن مست کننده باشد، یعنی اگر کمی کسی از او استفاده کنه مستی آور و نشه آور نباشه، ولی اگر زیاد استفاده کنه نشه بشه و مست بشه، خب به هر صورت پس اندک آن نیز حرام است، چون همین اندک است که انسان را به اکثر میرسانه. اندک اندک کسی که از او بنوشه بالاخره زیاد میشه، به مرحله میرسه که او را نشه کنه و در واقع با نشه شدن مرتکب یک فعل و یک عمل حرام شده. پیام های اساسی این حدیث، حدیث 1242، پیام اول حدیث: باید از آنچه پیش زمینه حرام است بپرهیزیم. و این یک اصل است در دین که شریعت نه تنها اعمالی که به کلی ناروا و حرام است ممنوع قرار داده، بلکه مقدمات حرام را هم ممنوع ساخته. با عنوان مثال، اساسا زنا زشت است و ممنوع است و حرام است، ولی شریعت میبینیم که مقدمات زنا را که هر نوع تماس و ارتباط با نامحرم شامل میشه هم حرام قرار داده. اینجا هم میبینیم در حالی که شاید چیزی که کم باشه و نوشیدن اندک او نشه آور نباشه، اما چون همین منجر میشه و مقدمه میشه برای نوشیدن زیاد، پس این هم حرام قرار گرفت و ممنوع قرار گرفت. و همچنین پیام دوم این روایت از این حدیث دانسته می شود که خوردن شراب چه اندک و چه زیاد ممنوع است و حرام است. اینطور نیست که بگیم فلانی کم شراب خورده مشکل نداره و فلانی چون زیاد خورده مشکل داره، در حالی که کم و زیاد او همه ممنوعه، هم به عقل انسان آسیب می رسانه و هم در واقع به مال انسان آسیب می رسانه و شرع و عقل این کار را تأیید نمی کنه. میرم طرف روایت 1243 و ببینیم متن روایت. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ينبذ له الزبیب فی السقا. اگر یاد شما باشه، یکی از عناوین جانبی ما ای بود که او نوشیدنی های حلال که شریعت اجازه استفاده از این نوشیدنی ها را داده، در این روایت در همین مورد بحث شده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگوید برای پیامبر صلی الله علیه و سلم کشمش را در ظرف آب می انداختند. ینبذ له الزبیب فی السقا، و السقا مشکیزه را میگند. ظرف آب که در داخل او آب کشمش ها را داخل آب می انداختند، همان روز و فردا و پس فردا از آن می نوشیدند. اینجا آمده فیشربه یومه و الغد و بعد الغد، یعنی تا مدت 3 روز پیامبر علیه السلام از او استفاده می کردند. فاذا کان مساء الثالثه شربه و سقاه. پس خب 3 روز که می نوشیدند و فردا و پس فردا از آن می نوشیدند و بعد از ظهر روز سوم، مساء همون ساعت بعد از ظهر میگن، و بعد از ظهر روز سوم از آن می نوشیدند و به دیگران می نوشاندند، چون که وقت از او رو به پایان بود، تاریخ انقضای او نزدیک شده بود، بناهن خودشان هم می نوشیدند از همی به اصطلاح چه مواد که یا همی خرماهایی که در داخل آب انداخته شده بود که ما برای او کشته میگیم در زبان محلی. فان فضل شیء احراقه، و اگر چیزی باقی میماند اضافه میشد بیرون میریختند، از ترس ای که خدای نخواسته ای باز به نشه آور تبدیل نشه و این مال ضایع نشه و کسی از این استفاده نکنه. پیام های این حدیث: یک، از این حدیث دانسته میشود که استفاده کردن از مشروبات حلال اشکال ندارد. حالا واضحه
همین نبیز یا کشته یا آنچه که در آب انداخته می شد چون حلال بود، پیامبر علیه السلام با التزام و با توجه از او استفاده می کردن، سه شبانه روز یا سه روز تا آخر روز سوم از او استفاده می کردن. پس در کل استفاده از مشروبات حلال از نظر شرعی جائز است و هیچ نوع کراهیت و اشکال در او نیست. پیام دو، هرگاه خطر نشه آور بودن وجود داشته باشد می بایست از نوشیدن آن پرهیز کرد. یعنی تا زمان ما اجازه داریم از مشروبات حلال استفاده کنیم که هیچ خطر نشه آور شدن آنان وجود نداشته باشه. همینجا که آمده پیامبر علیه السلام روز سوم بعد از ظهر هم خودشان می نوشیدند و هم دیگران را می دادند، از ترس ای که مبادا شب بیایه و با گذشت ای شب ای به نشه آور تبدیل بشه. پس بنابراین نباید ما مال مسلمان را یا مال خود را ضایع بکنیم، خود ما باید از او استفاده کنیم و اگر نمی شد که ما استفاده بکنیم و یا زیاد بود دیگر مسلمانان را هم شریک بسازیم تا اینکه از ضایع شدن جلوگیری بشه. و پیام سه، با استفاده از تجربه می توانیم تاریخ انقضای هر چیز را بدانیم. حالا ای که پیامبر علیه السلام از طریق وحی می دانستند یا تجربه در این مورد داشتن، خلاصه ای که می بینیم روز سوم که می شد بعد از ظهر هم خودشان ای را مصرف می کردند هم بدگه افراد می دادند، چون برایشان معلوم بود از روی تجربه یا در نتیجه وحی که با سپری شدن امروز و فرارسیدن شب تاریخ ای تمام میشه و شاید تبدیل بشه به مواد نشه‌آور که استفاده از او برای مسلمان به هیچ وجه جائز نیست. میریم طرف حدیث و روایت بعدی که ما در اون عناوین خود هم داشتیم، اگر یاد شما باشه، که گفتیم اصلا برای مسلمان جائز نیست که از مواد نشه‌ای به حساب دوا استفاده بکنه. عن ام سلمة رضی الله تعالی عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از ام سلمة رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، قطعا خداوند جل جلاله شفای بیماری های شما را در چیزهایی که بر شما حرام گردانیده قرار نداده است. یعنی ای در فکر و ذهن شما باشه که آنچه حرام بود مضر است به جای ای که مفید باشد، و آنچه حلال بود مفید است و او ضرر نداره. وقتی الله متعال شراب را حرام قرار داد، پس شکی نیست که ضررها و زیانهای زیادی در او وجود داره. چگونه میتوانه که او دارو باشه و او دوا باشه برای در واقع درمان شما و برای صحتیابی شما؟ پیامهای این حدیث، پیام اول، تجربه نشان داده است که در حرام شفا و درمان نیست، طوری که قبلا هم توضیح دادیم. و پیام دوم، شراب مضر است، نمی تواند درمان بیماری ها باشد. ولی ای که مضر و ای چی گونه مضر است، در این مورد به صورت مفصل علما بحث های زیاد دارند که ای از نظر اخلاقی چقدر ضرر داره، از نظر اقتصادی چقدر ضرر داره، از نظر در واقع بهداشتی و جسمی چقدر ضرر داره که انسان های شراب نوش با مشکلات عدیده از جمله موضوع سکته های قلبی، بالا رفتن فشار خون و مبتلا شدن به بیماری های ریه و به بیماری های شش مانند تبرکلوز و دیگر بیماری ها، اینها با تمام این مصیبت ها و این مشکلات روبرو هستند. بنابراین شراب چون مضر از هر جهت که در این مورد تحقیقات گسترده انجام شده، نمیتواند درمان بیماری ها باشد. و موضوع سوم که در این روایت مطرح شده و به عنوان یک پیامی از
پیام های این حدیث می تواند باشد، البته در حالات اضطراری اجازه استفاده در حد ضرورت داده شده است. حالات استثنایی و اضطراری اونها حساب از اونها جدایه و حتی می بینیم در همچو حالات انسان از نجسترین و پلیدترین چیز هم می تواند برای نجات جان خود استفاده بکنه. پس اگر حالت اضطرار بود، میشه که کسی از این ماده استفاده کنه، به عنوان مثال به خاطر در واقع بیهس کردن قسمت های از بدن یا به خاطر بیهوش کردن افراد، در صورتی که نیاز باشه و حالت هم حالت اضطرار و ناچاری باشه، به این معنا که دیگر هیچ دوای حلالی وجود نداشته باشه که کار ای را بکنه، اونجا روی ناچاری و اضطرار می شود که از او استفاده کرد. بله، میریم طرف حدیث 1245 باید اینجا باشه که اشتباهاً شماره نیامده، حدیث 1245 که ای آخرین حدیث ای باب است و در ادامه در هفته بعدی که انشاءالله باز درس مجددن ارائه خواهد شد، باب جدید شروع میشه، به می خاطر ما هم درس در اینجا با پایان میرسانیم. ببینیم حدیث را. عن وائل الحزرمي أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. از وائل حزرمي رضي الله عنه روایت است که طارق بن سويد از پیامبر صلى الله عليه وسلم درباره حکم شراب که برای درمان بیماری درست می کند سوال کرد. معلوم میشه که طارق ابن سوید داروساز بود و تجربه داشت. سوال کرد که من میخواهم که از شراب دوا بسازم، نظر شما در این مورد چیه؟ آیا میشه که از این برای خود یا برای دیگران دوا تهیه کنم؟ ببینیم که اینجا پیامبر علیه السلام در جواب چی میگند. فقال انها ليست بدواء ولكنها داء. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آن شراب درمان نیست، دارو نیست، بلکه آن بیماری است. یعنی نباید تو فکر بکنی که من به وسیله شراب میخواهم که مریضی را تداوی بکنم و این داروی باشه برای او. البته طوری که قبلا گفتیم حالات اضطراری فرق میکنه، در او وقت کس میتوانه از گوشت خود مرده هم استفاده بکنه، از خون مسفوح و جاری هم استفاده بکنه، از شراب هم استفاده بکنه، ولی در عموم حالات نباید ای به عنوان یک دوایی به رسمیت شناخته بشه. البته این نکته هم یاد دوستا و عزیزا باشه، شما مؤثران به یاد داشته باشیم که در شرایط فعلی دوافروشا و همچنین دکتر صاحبا میگن که در میان دواهای گوناگون فیصدی از شراب هست یا به اصطلاح فیصدی از الکحل هست، ولی بیاد داشته باشیم که او فیصدی بسیار کمه. بسیاری از علما درباره او فیصدی میگن که مشکل خاصی وجود نداره، مخصوصا زمانی که حالت اضطرار و ناچاری باشه. میریم طرف پیام های این حدیث که این حدیث در واقع دوتا پیام اساسی داره و این پیام ها از خود متن حدیث و از عبارات و الفاظ حدیث دانسته میشه. یک، این حدیث نیز دلیل است بر این که شراب دارای ضررهای اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و صحی است. مسائل مهم در پیام ما آمده، چون وقتی که پیامبر علیه السلام میگند انها ليست بدواء ولكنها داء، اشاره به این شده که این در واقع انواع و اقسام مشکلات در پی داره. شراب، در شراب هم ضررهای اخلاقی وجود داره که انسان به فساد اخلاقی کشیده میشه، هم ضررهای اقتصادی که مال و سرمایه زیاده به خاطر به دست آوردن شراب مصرف میشه، هم ضررهای اجتماعی که در جامعه انسان آسیب میرسانه به دیگه افراد، و هم ضررهای صحی و طبی که گفتیم به بسیاری از قسمت‌های بدن ضربه وارد میکنه و مشکلات و بیماری‌های را
در واقع خلق میکنه. و پیام دوم در آنچه از طرف شریعت ممنوع گردیده ضرر وجود دارد، یعنی هیچ چیزی نیست که شریعت او را مضر معرفی کرده باشه که ضرر در او متصور نشه و بگیم او بی ضرر باشه و هیچ آسیبی نمیرسانه. اگر قمار از شریعت حرام ساخته، اگر شراب را حرام ساخته، اگر زنا را حرام ساخته، اگر لواطت و اعمال دیگر را، در هر کدام ضررهای زیاده برای افراد هست. این بود آخرین حدیثی که در درس امروز ما و شما و در جلسه دوم درس ما مطرح شد. امیدوارم انشاءالله این احادیث درست فهمیده بشه و به اونها توجه بکنیم و در جریان سمستر و امتحانات هم بشه که از این درس ها استفاده نماییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.